بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. به اطلاع اعضای محترم اتحادیه افغانهای بی سی رسانیده می شود که مجلس عمومی شش ماهه اتحادیه روز یک شنبه هفته آگست به ساعت 6 عصر دایر می گردد. در این مجلس روی موضوعات مهم کمیونیتی از جمله مسئله مکتب سید جمال الدین بحث و تصمیم گرفته می شود. از عموم اعضای محترم اتحادیه خواهش می شود تا به روز متذکره به ساعت 5:45 بعد از ظهر در بانزر کمیونیتی سنتر در عقب متروتان تشریف بیاورند. اطلاعیه مکتب سید جمال الدین افغان. خواهر و برادر هموطن، السلام علیکم. عید شما مبارک. یقیناً آرزوی شمولیت اطفالتان را به مکتب سید جمال الدین افغان دارید. لطفاً قرض تصمیم و تعیین وقت، روز و محل و همچنان ثبت نام روز یک شنبه تاریخ 10 آگست دقیق ساعت 4 بعد از ظهر در مصلای افغانها واقع شهر سوری تشریف بیاورید. تلفن های تماس 604-431-1991 604-524-90 778-836-1496. با نام و یاد پروردگار دو جهان و عرض سلام و احترام به خدمت یکایک شما خوبان و عزیزان، برنامه امروز و این هفته خود را آغاز میکنیم. انشاءالله که همگی شماها خوب و خوش هستین و ایام را به خوبی و خوشی و سلامتی سپری میکنین. خوشحال و خرسند هستیم که باز هم در روز شنبه دیگه و با یک برنامه دیگه از برنامه های کاروان در خدمت شما هستیم. برنامه هایی که برای امروز در نظر گرفته ایم با هم میبینیم.
بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید. اولین برنامه ایره که برای امروز در نظر گرفته ایم برنامه آشپزی خانه و خانواده هست. برای امروز یک غذای محلی دیگه ایره از کشور تاجیکستان در نظر گرفته ایم و تهیه کردیم. انشالله که خوش شما بیایه، لذت ببرین و استفاده کنین. بریم با هم طرز پخت یک غذا رو ببینیم. دوستای عزیز، بینندگان گرامی، سلام عرض میکنم خدمت همگی شما. به برنامه آشپزی ما خوش آمدین. فاطمه هستم، با یک دیگه از برنامه های خانه و خانواده با بخش آشپزی در خدمت شما هستم. برای برنامه امروز یک غذای محلی و سنتی از کشور تاجیکستان برای شما در نظر گرفتیم، سمبوسه تاجیکی ره. میخواییم برای شما آموزش بدیم که چه قسم پخته میشه و بعد بتانی خود شما نوش جان کنین. این سمبوسه فرق میکنه چون به روغن سرخ نمیشه و به داش مانده میشه. موادی هم خیلی کم و مختصر هسته و خیلی هم آسان جور میشه. ما خمیر کار داریم که خمیر جور کردیم از یک ساعت پیشتر، کم آرد، تقریبا یک کیلو یک نیم کیلو آرد همراه کم نمک به ذائقه خود شما خمیر کردیم. برای یک ساعت یک نیم ساعت ماندیم زباله کرده آماده هسته. حدود 3 دانه پیاز داریم که پیازار خوب نرم ریزه کردیم. حدود 1 کیلو گوشت گوساله داریم که همراه یک دانه پیاز جوش دادیم، بخار دادیم، پخته شد و بعد از ماشین گوشت بیرون کشیدیم، میده کردیم. 3 دانه کار داریم و مقداری که خود شما میخواین برای سمبوسه. و برای این سمبوسه مارگرین کار داریم یا روغنی که سفت باشه، سخت باشه، اوکی نباشه. نمک و مرچ سیاه و تیزام که کناری و کار داریم. میریم که برای شما نشان بدیم چه قسم کنیم. اولتر از همگی ما خمیر خور آماده کردیم، از وقت زباله کردیم. زباله های ما میگر هر کدام تقریبا به این اندازه باشه. نشان میدیم برای شما که چه قسم میکنیم و بعد میریم به خیلی دیگه اینا رو از ماشین میکشیم. با ما باشه. خب دوستای ما، میگر این خمیر خور ما وا کنیم. به همین اندازه بسته. میمانیم کنار. خب
چون باز اینا رو میگر از ماشین بکشیم. فقط کمی وا کنیم که بتونیم از ماشین راحت بکشیم. حالا میریم که از ماشین اینا رو بکشیم. برای دفعه اول از شماره یک من ماشین به شماره یک انداختیم. از ماشین رو میکشیم. حالا باز این رو برای شماره سه میندازیم. دوباره میکشیم. نازکتر شد. شماره رو عوض میکنیم. شماره پنج. و حال شماره حالا عوض میکنیم. شماره رو به روی شیش میندازیم. کمی هم آرد میرسیم روی. بعد با مارگرینی که دیشتیم تمام این چرب میکنیم. حالا باید شروع کنیم به لوله کردن. از این سایت شروع میکنیم به لوله کردن. اگر دقت کنیم به صورت خیلی کم شروع میکنیم ایره پیچ دادن. میارین تا آخر. به این صورتی رو لاله کردیم. میمانیم سواله بعدی. خب یک دگرم جور کردیم. چرب میکنیم. حالا به قسمت بعدی این خمیری که لوله کرده بودیم از وقتر دوباره میمانیم و حالا دوباره لوله میکنیم. پس این میشه دوتا خمیر.
سعی کنین که خنبی رو بکشین. حالا میخواییم که مواد سمبوسه خورکت کنیم. سه دانه پیاز نرم کرده داشتیم که نرم کرده بودیم. اینا هم میگیره داخل یک ظرف کلانتر میریزیم. گوشت نرم کرده داشتیم. کمی مرچ سیاه. باز خود شما ببینین اگه زیادتر خواستین زیادتر بزنین، کمتر میخواستین کمتر بزنین، بستگی به ذائقه خود شما داره. و تقریبا هم یک قاشق گشنیز، تخم گشنیز. بیشتر خواستین میتونین که بیشتر بریزین. و نمک، چون خمیر ما خود نمک داره، اینا رو گرد میکنیم. حالا آماده میشه برای که بتونیم داخل سمبوسه خور پر کنیم. خب، ای آماده شد. حالا میریم که سمبوسه ها رو خود شما کات کنیم و درست کنیم و ببینیم چه قسم میشه. ایره میپوریم به اندازه یک انگوش، کمتر از یک انگوش ایره میپوریم و بعد ایره به صورت عمودی فشانیم. این لایه میانی از یک طرف از این میزنه بیرون، یا از دیبر یا از دیبر. همون طرفی که میزنه بیرون روی سمبوسه میشه. اینا رو باز باید با ورزنه اینا رو صاف کنید. دوباره خط کرده و میگیرین و فشار. خب، حالا اینا رو باید صاف کنیم. باید صاف کنیم. چون روغن داره خود پر جمع میکنه. تمام اینا رو کات میکنیم دانه دانه و آرد میزنیم. و تمام اینا رو صاف میکنیم. خب، سمه به یه قسم میشه. بعد نگاه میکنین که لایه وسطی به کدوس سایته بری سموسه لایه وسطی آمده به ای بر
پس ما سمبوسه رو از این بر از داخل از این پر میکنیم. حالا بریم سمبوسه پر کنیم. خیلی خوب. حالا میخواییم که سمبوسه خور شروع کنیم به کات کردن. اندازه یک بند انگشت میبره و از این بر به حالت عمودی فشار میده. این رو صاف میکنیم. اینا رو هم میگیر همین قسم. و باید نگاه کنین که لایه داخلی به کدو برمیه، به ای برمیه یا ای بر هر طرفی که آمد اون میشه پشت سمبوسه. به این سمبوسه ایمه لایه داخلی به پشت سر آمده، پس ای پشت سمبوسه میشه. حالا اینا رو آرد میزنیم و اینا رو دونه دونه صاف میکنیم. چون رقم داره خود خور کمی جمع میکنم. موادی که دیشتیم آماده کردیم. حالا باید ببینیم که کدوم بر. بله این طرف میشه پشت سمبوسه. تقریبا یک قاشق از موادی که داریم میریزیم و بعد شروع میکنیم به لای دادن. دو سر سمبوسه را از این بر شروع میکنیم به پچوندن و به این نصفه که رسیدیم از دو سر دیگه شروع میکنیم. سعی کنین که گوشه هایو تیز و صاف بیایه و بعد کمکی حالت کشال رو آویزان کنیم. خب سمبوسه ما به یه حالت در آمد، پشتی هم به یه قسم که پشتی رو باز مارگرین میزنیم و سیادانه میگذاریم و باز به یه حالت داخل پن خود، داخل پنوست خود میچینیم و میذاریم بداش. یکی دیگه این پشت سمبوسه میشه، از مواد میریزیم داخلی رو و شروع میکنیم به چیز بسته کردن. از نصفی رو میبندیم به یه حالت و دو سر دکره به یه حالت میبندیم. باز این را کمی کشاله دار میکنیم. جایی که بسته میکنیم یک کمکی باید جا دیشته باشه، فاصله دیشته باشه تا خود مواد. به این حالت تمام اینا رو کات میکنیم، صاف میکنیم و بعد از داخل پر میکنیم. به این حالت اینا رو نگاه میداریم تا دفعه بعدی باز به شما نشون دیم در استه بعدی چه کار میکنیم. خب دوستای ما اینا همه گیره پر کردیم سمبوسه ها رو و به این حالت سمبوسه های ما در آمده. این پشت میای بالا، طرف بالای چیز. به این مرحله ما یک دونه تخم خوده، یک کمی هم شیر، خیلی زیاد نه. اینا رو گت کردیم، اینا رو میزنیم به پشت سمبوسه و سیادونه ای که داریم میریزیم به روی و باز به این حالت داخل پنوس خو میچینیم. پنوس داشر از وقت چرب کردیم، داخلی آماده. اینا رو میچینیم و بعد دوره یک دست دیگه برای میدیم. با می ترتیب تمام اینا رو میچینیم و بعد باز اینا رو میبریم که بمانیم داخل داش. باز برمیگردیم. خب دوستای عزیز ما، سمبوسه ما آماده شد. سمبوسه خور گذاشتیم به داش به مدت 20 دقیقه به روی درجه حرارت 350 تا 400. برای 20 دقیقه هم ماندیم و اون حالا این قسم شده. ببینیم که چه قسم میشه از نزدیک. یکی دو تایی بکشیم. بله.
ببینین به یه قسم درام بالا یه رقم کمکه پف کرد و پادید شد. ایره میتونیم به همراه چتنی، چتنی سبز، چیلی ساس، ماست، کچاب، هر چیزی که خود شما میخواین نوشه جان کنین. خب پس با اجازه شما ما بریم اینا رو که نوشه جان کنیم تا بعدن، تا یک وقت دیگه ای که باز در خدمت شما هستم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدافظ شما، روز خوش. چند هفته گذشته برنامه صحت روحی و روانی توسط دکتر رمزی دلشاد فیض به خدمت شما تقدیم شد. حال برنامه دیگر از سلسله برنامه صحت در راستای برنامه گذشته آماده داریم که با هم میبینیم. سلام دوستان گرامی، به ادامه هفته قبل نسبت زیقی وقت نتونستیم که تمام موضوع رو به خدمتتون تقدیم کنیم، اینک ادامه موضوع رو به خدمتتون تقدیم میکنیم. تجارب دوران طفلی، دوران طفلی اساس و منبع تمام مراحل بعدی زندگی ما رو تشکیل میده. شخصیت طفل در 4 یا 5 سال اول در مرحله اولی زندگی تشکیل میشه که تمام خاطرات دوران طفل ها احساس ادراک و آموزش این از بطن مادر شروع میشه، یعنی از بطن مادر طفل اساس میباشه. اگر مادر آرام باشه طفل آرامش روی میداشته باشه، اگر طفل مادر آرامش نارامی های روی میداشته باشه طفل که تولد میشه دوچار نارامی های روی میباشه. از اون خاطر و تمام دوره طفولیت نارامی ها، محرومیت ها، محروم شدن از محبت پدر و مادر و یا مورد خشونت قرار گرفتن اطفال در دوره طفولیت، اطفال اکثر عملشان نمیتن نظر
مادر به همو قوانین خانوادگی که هست که یعنی هر باید و تمام عوامل پدر مادر قبول کنن که باید هم کنن، اما بعض وقتا یعنی بی توجهی، عدم محبت به اطفال و یا مورد خشونت قرار دادن اطفال، یا هم عوامل خاص هستن که در ذهن ناگاه طفل یا ذخیره میشن و اینو طفل او را فراموش نمی کنه، در ذهنش هست. اما وقتی که نوجوان شد در یک مرحله خاص، اون منو وقتی که در وجود این نوجوان فعال شد، او بهرومیت های خاص دوری طفلیت دوباره در دوری در ساحه شعوری طفل ظاهر میشه. اونموست که باعث عقده ها، باعث دوری از فامیل، باعث بی‌محبتی، باعث رنجش، استراب، تشویش، نرامی و چیزا میشه. البته نه از همه، بعض در موارد خاص و در بعض اطفال یا در بعض اشخاص. این از جمله یعنی تجارب دوران کودکی یکی از عوامل است که بالای باعث ناراحتی های روحی و روانی میشه. عوامل ارثی خصوصا در مورد دپریشن، اگر در یک فامیلی که پدر یا مادر یا یکی از اعضای فامیل دچار دپریشن باشه، این احتمال زیاد داره، چون جنش این طفل با خود یا نوجوان با خود داشته. اگر این نوجوان در یا جوان یا طفل یا شخص بالغ در شرایط نامساعد زندگی قرار بگیره، بی پولی و بی مسلکی، از دست دادن وظیفه یا شغل و یا ناکامی های عشقی و یا بعض مشکلات اقتصادی و یا این چیزا، اگر این شخص با این چیزا مواجه شوه، یک چیز واضح است که جنی که از پدر مادر دپریشن داشته، اون باعث میشه که این مصاب و دپریشن شوه. اما این مانار نمیته که کلگی که در فامیلش دپریشن داشته حتما اولادش هم دپریشن میده. اگر این طفل یا نوجوان یا شخص بالغ در شرایط خوب اجتماعی زندگی یا زندگی فامیلی واقع شوه و در زندگی موفقیت های نصیب شوه و بتونه به اهداف خود برسه، دچار دپریشن نمیشه. و دیگه فضای خانواده، این ارتباط زیاد با تجارب دوران کودکی داره. یا از جمله عوامل بسیار مهم است که فامیل های محترم باید متوجه باشن که فضای خانواده، طفل وقتی که اولین کانونی که اولین محیطی که طفل آموزش در صورت میگیره و طفل قدم از اونجا باز قدم به دنیای دیگه یا در محیط دیگه که به نام اجتماع یا محیط اجتماعی یاد میشه میگذاره، یعنی اساس منبع تکامل شخصیت، آموزش و همه چیزها در خانواده بنیانگذاری میشه. خانواده بسیار مهم است. تاثیر خانواده و عواملی که در خانواده مربوط به خانواده است در تکامل شخصیت طفل و در بروز ناراحتی های روحی و روانیش و در یعنی در تکامل سلوک، رفتار و کردار و شخصیت طفل تاثیر زیاد داره. طفلی که در محیط گرم و آغوش گرم پر محبت فامیلی بزرگ میشن و از محبت والدین برخوردار میشن، تغذیه صحیح و سالم و همه محیط خوب محیط فامیلی بهش معیا می باشه، با طفلی که از محبت محروم می باشه، تغذیه صحیح و سالم نمی داشته باشه و مورد خشونت قرار می گیره، این دو طفل با هم تفاوت زیاد می داشته باشن. یعنی نرامی های روی می ده اطفالی که فاقد این عوامل می باشن، یعنی زیادتر اونها مصاب ناراحتی های روحی و روانی می شن. ای عوامل اگر شما بازم علاقه مندی داشته باشین دوستان محترم، میتونیم در مورد هر کدامش یعنی معلومات بیشتر بدیم که باز البته در پروگرام های بعدی ما میتونیم که در موردش صحبت کنیم. این بود مختصرا در مورد نارومی ها یا ناراحتی های روحی. و در قسمت بیرون رفتش ما میتونیم بگیم که اولین کسی گفتیم که محیط خانواده یکی از عوامل است که طفل در اونجا کلان میشه و از اونجا باز قدم به محیط اجتماع میگذاره. و اینال اولین کسی که متوجه نارامی ها، ناراحتی ها یا گوشگیری یا افسردگی طفل میشه، پدر مادر یا خواهر و برادر در یک فامیل هستن. اگر شما وقتی طفلی که در مکتب یعنی علاقه زیاد به علاقه و مکتب علاقه زیاد به مکتب داشت، چرا بی علاقه شد؟ چرا یک طفل از مکتب فرار میکنه؟ چرا طفل خشین شده با خواهر و برادر زیادتر خشونت میکنه، اونا رو مورد لطکوب
قرار میتن، چرا رفتار رو تغییر کرده، چرا یک جوان گوشه‌گیر شده با فامیل یک جا نمیشینه و چرا یک جوان از طرف شب بی‌خواب است، خواب نمیکنه و چرا این در سلوک از یک تغییری وارد شده، یا اشخاص بالغ با دوستان بسیار نزدیک خود چرا دفعتن با اونا خفه میشه و رفتارش تغییر میکنه. این ها و عوامل است که یک فامیل یا دوست آشنا یا خواهر برادر باید متوجه شوند و اونا را اول با اونها گپ بزنن، از طریق گپ زدن. اگر گپ نزد از متخصصین یا اشخاص مسلکی کمک بگیرن، چرا روش های زیاد در روانشناسی داره، در ساحه روانشناسی موجود است که یک متخصص میتونه با رویه و با تطبیق امیدها یا روش ها یا استراتژی که داره میتونه با تطبیق اونا کمک کنه به شخص با یک طفل. چرا حق در کمک زودتر صورت بگیره، این نوراتی های عمومی زودتر برطرف میشه. از او خاطر از فامیل های محترم خواهش میکنیم اگر متوجه رفتار و کردار اطفال خود میشن که تغییرات در وارد شد، لطفاً با ما در تماس شوید از طریق ایمیل، وبسایت که در صفحه پردی تلویزیون شما مشاهده میکنین، با ما در تماس شوید یا ایمیل کنین و یا ای که در وبسایت ما برین، از هر طریقی که میخواین اگر خواهان کمک باشین ما حاضر هستیم با شما کمک کنیم، چرا هدف ما و هدف دستاندار کانون تلویزیون کاروان اینمیست که یک کمکی به اجتماع یا کمیونیتی اجتماعی کمیونیتی افغانی ما بکنیم از طریق دادن معلومات به شما. یعنی ما در 30 سال 35 سال خانه جنگی و جنگ همه ما از وطن فرار کردیم و یعنی از معلومات یعنی دور ماندیم. درست است که آل هست تکنولوژی است و قرن 21 از جوان ها زیادتر دسترسی به اینترنت و این چیزا دارن، اما از والدین محترم خواهش میکنیم که اگر هر سوال داشته باشن با ما در تماس شوند، چرا ما هدف ما ایست که خدمت به شما کنیم از این طریق و همچنان اگر سوالات داشته باشین میتونین از ما سوال کنین، نظریات و انتقادات خودان بر ما روان کنین تا به هر موضوعی که علاقه داشته باشین، چرا ما میخواییم که پروگرام های بعدی خود به اساس نیازها و ضروریات شما و به اساس نظریات و انتقادات شما پروگرام های بعدی خود به خدمتتان تقدیم کنیم. دوستان گرامی، این بود موضوعی که در مورد صحبت کردیم. با امید دریافت نظریات، انتقادات و پیشنهاداتتون خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ. بهترین و شیرین‌ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری.
آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید. از همه شیرین تره با دلم از صدایت با سردارم هوایت وای با دلم از صدایت با سردارم هوایت تمام دنیای من فدای یک نگاهت تمام دنیای من فدای یک نگاهت ابرو کمون دخترک نازدانه و دلبرک با خانه ی دل من از همه شیرین ترک تو نازی دخترستی رسا و دل برستی تو نازی دخترستی رسا و دل برستی من عاشق تو گشتم چرا به خبرستی من عاشق تو گشتم چرا به خبرستی ابرو کمون دخترک نازوانه و دلبرک و خانه ی دل من از همه شیرین ترک یادمان باشد که زیبایی های کوچک را دوست بداریم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند. یادمان باشد که دیگران را دوست بداریم آنگونه که هستند نه آنگونه که می خواهیم باشند. یادمان باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگریم. که ما اگر خود با خویشتن آشتی نکنیم هیچ شخصی نمیتواند ما را با خود آشتی دهد. یادمان باشد که خودمان با خودمان مهربان باشیم، چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمیتواند با دیگران مهربان باشد. ایام به کام، التماس دعا.